به نام خداوند بخشاینده و مهربان، سلام، وقتتان بخیر. به یکی از ویدیوهای دیگر از این کانال خوش آمدید. توجه کنید به چند رویداد کوتاه خبری که تازه به دست ما قرار گرفت. منابع در ولایت خوست میگویند که یک دانشجوی دانشکده اقتصاد دانشگاه شیخ زاید به گونه مرموز در این ولایت به قتل رسیده است. منابع در صحبت با روزنامه اشرا صبح میگویند که این رویداد 14 سنبله در ساحه لین بلند منزل ها از مربوطات مرکز خوست رخ داده است. این فرد نسیم الله نام داشت و توسط ضربات چاقو به قتل رسیده است. طالبان نیز وقوع این رویداد را تایید کرده و گفتند که در پیوند به قتل نسیم الله یک تن از سوی این گروه بازداشت شدند. این در حالی است که در چند ماه اخیر قتل های مرموز در بیشتر ولایات های کشور افزایش یافته است. ژاپن 25 میلیون دلار برای ساخت و بازسازی 165 مکتب در افغانستان کمک می کند. بر اساس اعلامیه که این نهاد چهارشنبه منتشر کرده، با این کمک محیط آموزشی امن برای 33,000 دانش آموز فراهم خواهد شد. یونیسف گفته است که این پول را برای ساخت و بازسازی صنف‌های درسی، ساخت تشناب، فراهم کردن امکانات برای شستن دست‌ها در مکاتب و ساختار چهار دیواری به مصرف خواهد رساند. تاکاشی اوکادا سفیر ژاپن در افغانستان گفته است که هر طفل حق دارد به مکتب برود و در محیط امن آموزش ببیند. او افزوده است که ژاپن از آموزش و رشد دختران و پسران در افغانستان با ساختن مکاتب و تأسیسات بهداشتی حمایت می کند. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد می گوید که دست کم نیمه از مکاتب دولتی افغانستان صنف‌های درسی کافی و 58% از این مکاتب آب پاک و جای برای شستشوی دست ها ندارند. این نهاد می گوید به طور میانگین برای هر 249 دانش آموز در مکاتب افغانستان یک تشناب فعال وجود دارد و تنها 47% از مکاتب دارای چهار دیواری است. در اعلامیه این نهاد آمده است که چهار دیواری برای مکاتب از آن جهت مهم است که خانواده ها چنین مکاتبی را امن تلقی می کنند و این اقدام حضور دانش آموزان به ویژه دختران را بهبود می بخشد. فران اکیسا نماینده یونیسف در افغانستان گفته از زمانی که صنف‌های درسی برای کودکان امن و خوشایند باشد، آنها انگیزه یادگیری پیدا می‌کنند و به این گونه ثبت نام، میزان حضور و فراغت دانش آموزان از مکاتب افزایش می‌یابد. او افزوده است حمایت دولت و مردم افغانستان در زمانی که کودکان افغانستان در مسیر آموزش خود با موانع زیادی مواجه هستند، حائز اهمیت فراوان است. یونیسف گفته است که این پروژه به عنوان بخشی از مشارکت گسترده‌تر با برنامه توسعه سازمان ملل متحد یا UNDP به کمک جوامع و متخصصان معماری، برنامه‌ریزی، طراحی و اجرا خواهد شد تا از کیفیت، پایداری و استقامت از مواد و تکنیک‌های مناسب به ویژه در مکان‌هایی که در معرض خطر زمین‌لرزه، سیلاب و سایر حوادث است اطمینان حاصل شود. ژاپن پیش از این در زمینه ساخت و ساز مکاتب، آموزش آموزگاران، فراهم کردن خدمات بهداشتی در مکاتب به افغانستان کمک کرده است. نگارخانه بهزاد در هرات با وضع محدودیت ها از سوی طالبان بازگشایی شد. منابع به روزنامه اشرا صبح میگویند که ریاست امر به معروف و نهی از منکر طالبان با مسئولان این نهاد گفته است که از آموزش دختران در این مکان جلوگیری کرده و همچنان از نقاشی چهره خودداری کنند. این در حالی است که صبح امروز منابع از بسته شدن این مرکز در هرات توسط طالبان به روزنامه اشرا صبح خبر داده بودند. ریاست امر به معروف طالبان در هرات دروازه نگارخانه بهزاد و آموزشگاه حبیبی را به دلیل حضور دو کودک دانش آموزان دختر در این مکان بستند. این در حالی است که طالبان پس از قدرتگیری محدودیت های زیادی علیه دختران و از زنان وضع کرده و این طبقه را از تعلیم و تحصیل منع کردند. چهره جنجالی افغانستان و انتخابات به افغانستان برگشت. یوسف نورستانی رئیس سابق کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان به دعوت طالبان به کابل برگشت. تلویزیون ملی تحت کنترل طالبان سه شنبه در اکس تویتر سابق نوشت که بر اثر تلاش های کمیسیون تماس با شخصیت های افغان بازگشت است. این تلویزیون عکسی از آقای نورستانی را پخش کرده که نشان می‌دهد چند مقام طالبان ظاهراً از او در میدان هوایی کابل پذیرایی کردند. آقای نورستانی در سال 2014 ریاست کمیسیون انتخابات را بر عهده داشت. اشرف غنی رئیس جمهور پیشین در نتیجه این انتخابات جنجالی
به قدرت رسید. یوسف نورستانی درباره بازگشت خود به کابل تاکنون چیزی نگفته است. در سال 1398 یک دادگاه فدرال آمریکا آقای نورستانی را به جرم دزدی از دارایی‌های عمومی و 6 ماه حبس خانگی و 3 سال نظارت رفتارسنجی محکوم کرد. آقای نورستانی پذیرفته بود در فاصله 2015 و 18 در مورد سفرها و محل اقامتش دروغ گفته و به طور غیرقانونی بیش از 100,000 دلار آمریکایی امتیازات دولتی را دریافت کرده است. در پی این اتهام حکومت پیشین افغانستان اعلام کرد که آقای نورستانی شهروندی افغان آمریکایی دارد. آقای نورستانی در سال 1392 رئیس کمیسیون انتخابات شد و در سال 1395 استعفا کرد. او پس از استعفا عضو انتصابی مجلس سنای افغانستان شد. احمد الله وسیق سخنگوی کمیسیون روابط با شخصیت‌های افغان در اداره طالبان گفته است که در دو سال گذشته 655 نفر از مقام‌های حکومت پیشین به دعوت این گروه به کشور بازگشتند. طالبان اخیراً اعلام کرده که به این افراد کارت مسئولیت داده است. و در پایان، حادثه ترافیکی مهیب در بغلان. مسئولان محلی طالبان از وقوع یک رویداد ترافیکی در بغلان خبر داده و گفتند که در این رویداد 3 تن کشته و 3 تن دیگر زخمی شدند. بر اساس گزارش فرماندهی امنیت طالبان در بغلان، این رویداد سه شنبه در ولسوالی خنجان این ولایت رخ داده است. فرماندهی امنیت طالبان در بغلان گفته است که این حادثه در ساحه گراری 19 ولسوالی خنجان به وقوع پیوسته است. در خبرنامه این فرماندهی آمده است که یک موتر نو کرولا که از طرف بغلان به سمت کابل در حرکت بود از جاده منحرف و واژگون شده است. بر اساس گزارش طالبان در این حادثه 3 نفر از سرنشینان این موتر شامل 2 مرد و 1 زن جان باخته و شامل راننده موتر 2 نفر دیگر زخم برداشتند. طالبان درباره دلیل وقوع این حادثه چیزی نگفتند. از سوی دیگر خبر می رسد که استخبارات گروه طالبان پس از حمله نیروهای جبهه مقاومت ملی بر دفتر ولسوال و فرماندهی امنیه ولسوالی فرخار اقدام به تلاشی گسترده خانه های مردم در ولسوالی فرخار کرده و دست کم 24 تن را بازداشت و با خود بردند. منابع محلی چهارشنبه به خبرگزاری مقاومت می گویند که استخبارات گروه طالبان در روز اخیر در چندین روستای ولسوالی فرخار عملیات را اندازی کردند. شماری از مردم ملکی را بازداشت و با خود بردند. این منابع گفتند که طالبان قندهاری و تازگی در ولسوالی فرخار دست به کار شده و طالبان محلی را نیز محدود کردند. این منابع گفتند که در چند روز اخیر طالبان 8 تن را از روستای خزده، 6 تن را از شهر فرخار، 2 تن را از روستای عربهای کرانی، 2 تن را از روستای کشکان، 1 تن را از روستای مزار شیخ و 1 تن دیگر را از روستای خفدره ولسوالی فرخار بازداشت کردند. منابع افزودند که شماری از افراد بازداشت شده اعضای نیروهای سابق امنیتی هستند که پس از سقوط نظام مصروف کشاورزی و زندگی عادی بودند و با هیچ جنای ارتباط نداشتند. طالبان بعض از این افراد را به اتهام همکاری و همدستی با نیروهای جبهه مقاومت ملی بازداشت کردند. در روزهای اخیر بار دیگر طالبان در چند ولایت شمال و شمال شرقی کشور دست به بازداشت گسترده جوانان زده و شمار زیادی را بازداشت و با خود بردن که از سرنوشت اکثریتشان خبری نیست. تشکر از توجهتان. تا بعد، بدرود.